از میان رودان تا فرارودان درود ایرانیان. امروز 24 فوریه 2024 برابر با 5 اسفند 1402 در واپسین ماه از زمستان با صفحه وسط دیگری با شما هستیم و تلاش خواهیم کرد به این پرسش پاسخ بدهیم که سناریوهای احتمالی جنگ خاورمیانه چیست و معادلات جنگی که از 7 اکتبر با در واقع حمله حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد و عملیاتی که تحت عنوان یوم کیپور دوم شناخته میشه، آینده معادلات خاورمیانه به چه سمتی در حال پیشرفتن هست. برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با محمد ندیمی، کارشناس ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل در تهران، و از آقای ندیمی خواهیم پرسید که معادلات خاورمیانه به چه سمتی پیش میره. اسرائیل موفقیت چندانی به دست نیاورده در جنگ غزه و در عین حال تمایلی به آتش بس در دولت نتانیاهو هم دیده نمیشه. در همین حال دولت‌های غربی تمرکز بیشتری رو بر روی راه حل دو کشوری دارن از خودشون نشون میدن و البته آمریکا برای دومین بار نامه آتش بس رو در واقع نشست شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد. آقای ندیم بسیار خوش آمدید. چه فکر میکنید؟ به چه سمتی داریم در خاورمیانه پیش میرید؟ خب به نام خدا، درود ویژه دارم خدمت شما جناب آقای عارف و مخاطبین عزیزتون. بذارید بحث رو با جمله روزولت شروع کنم. تئودور روزولت یک جمله خیلی کلیدی داره، میگه تضعیف بیش از حد یک تهدید فقط موجب جایگزین شدن اون با یک تهدید بزرگتر هست. روندی که در بحث اسرائیل و فلسطین تمام این سالها ادامه پیدا کرد با تضعیف جریان‌های میانه در هر دو طرف به سمتی رفت که امروز ما شاهد این هستیم که خب در اسرائیل یک جریان به شدت راست افراطی حضور داره و در سمت فلسطین هم خب شما یک تشکیلات خودگردان دارید در رفح. نوع ساز و کارش با اسرائیل کاملا متفاوت از آن شعارها و نگاه‌ها و رویکردهای حماس است. امروز راست‌ترین نگاه در اسرائیل با در واقع راست‌ترین نگاه در فلسطین در تقابل قرار گرفته. خب اولین مؤلفه راستگراها یک جانب گرایی، یعنی کمتر در سازوکارهای بین المللی و جمعی شما میتونید با راست افراطی ها کار کنید. این یکی از بارزترین مؤلفه است و داریم میبینیم از شروع روند این نشانه های فاحشی که خب در گذشته کمتر میدیم امروز خیلی تقویت میشه. اما نگاه من آقای عارف خیلی فراتره، مصالحه کمتر و کمتر امکان پذیر هست. بله کاملا راست ها برمی آین، راست افراطی برمی آید، کامپرومایز و مصالحه نامقدورتر میشه و ما این رو در صحنه فلسطین داریم کاملا میبینیم. چند دور مذاکرات و شکست پشت شکست و هرچی که جلوتر میریم میزان سناریوها خیلی کاهش پیدا میکنه. یعنی سناریوها رو که نگاه میکنی صفر و صدی هست. من یک صحبتی از اولمرت دیدم که داشت اشاره میکرد، خیلی جدیتر به طرح دو کشوری داشت اشاره میکرد. اونجا یک نگاهی داره، میگه دولت به شدت دست راستی در اسرائیل شعارش اینه که مخالفت با هر گونه امتیازی به هر قیمتی. این تمام سناریوها رو میبنده. یک موضوع دیگه هم هست، ما نمیتونیم فضای بین المللی رو در بحث فلسطین نادیده بگیریم. یعنی در سه محیط ما باید بحث غزه رو بررسی کنیم. محیط اول تشدید تنش بین هژمون‌ها، چین، روسیه، اروپا و آمریکا. این موجب یک رقابت ژئوپلیتیکی شده که در منطقه ما دو تا پروژه آورده. یکیش پروژه یک چربن یک راهه که خود این نقاطی رو کان بحران کرده مثل قفقاز. یکیش پروژه عرب مد هست که نقاطی رو کان بحران کرده مثل غزه. درسته. پس ما یک سطح جهانی داریم در سطح هژمون ها که در جغرافی های متفاوتی کان بحران ایجاد میکنه. در سطح میان ما نتیجه
کوریدور عرب مد آی تو یو تو ارزیابی میکنی به لحاظ ژئوپلیتیک؟ بله بله، ما نظم منطقمون داره تغییر میکنه. عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل باعث تغییر نظم منطقه میشه، ژئوپلیتیک منطقه ما تغییر میکنه. پس یک صد بین هژمون ها هست که باعث این کانو بحران ها میشه. خب در سطح میانی خود ایران و محور مقاومت در یک سطح پایین تر در سطح میانی به دنبال این هستش که در این تغییر نظم بتونه منافع خودش رو تامین کنه یا آسیب های خودش رو پوشش بده. خب یک سطح هم در واقع وضعیت حماس و اسرائیل هست. این پیچیدگی ماجرا رو به شدت تشدید کرده. یعنی ما عینکمون رو در غزه وقتی میبریم باید آفدیوکا هم ببینیم، باید سوار شدن پوتین بر اون توپولوف عجیب و غریبی که اصلا اوج تنش رو داره نشون میده، بمب افکن هسته ای، یعنی واقعا بمب افکن هسته ای و استراتژیک. بله بله. و صحبتی که آقای بایدن کرد که خب در فضای دیپلماتیک غیر معموله، اون خطاب قرار دادن بی ادبانه، حالا من جملهش استفاده نمی کنم، آقای بایدن نسبت به پوتین، آن چیزی که من برداشت می کنم امروز تمام سازوکارهای بین المللی، نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت کاملا اثرپذیری خوش از دست داده. یعنی ما در اوج تنش هستیم، یک قدم از جنگ سرد جلوتر و در یک فضای نیمه گرم به سر میبریم. خب تو چنین فضای تنشمندی حتما قوی ترین سناریو ادامه درگیری و گسترش تنش. در دل اون باید به سناریوهای دیگه هم با ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر توجه داشته باشیم، اما اصلی‌ترین سناریوی ما این هستش که ما باید شاهد ادامه درگیری‌ها باشیم. اما میتونیم در دلش در بحث غزه و بحث اسرائیل و حماس به یک چیزی بپردازیم. از روز اول جناب عارف اسرائیل نگاهش به 7 اکتبر صفر و صدی بود، یعنی سیاست گذاری که اتفاق افتاد این بود که حماس باید نابود شود. خب این تمام سناریوها رو میبنده، سناریوهای دیگه باقی نمیمونه. در دلش وقتی جزئیات رو بررسی میکنه، هم دولت نتانیاهو به سمت مصالحه پیش میاد، اون بال راس افراطی دولت نتانیاهو مرکب از وزیر امنیت داخلی آقای بن گویر و آقای اسموتریچ، اون بلوک صهیونیسم مذهبی ممانعت میکنه. یعنی اساسا ظاهرا یک رفتار مبتنی بر الهیات آخرالزمانی رو در اونها میبینیم. یعنی تو گویی که یک رسالت دینی دارن برای ادامه این جنگ. آقای عارف، استاد عزیزم، ما در شرایط پیش از جنگ جهانی قرار داریم، اصلا بر کسی پوشیده نیست. تو چنین شرایطی راست افراطی ها شعارهاشون چیه؟ بیشتر مردم هر روز اخبارهای جنگ رو میشنون، افزایش تنش، یعنی حجم عمده ای از اخبار روزانهشون جنگ و تنش و کشتاره. تو چنین فضای مردم اساسا به دنبال بقا میگردن و اون شعارهای پوپولیستی هستش که در واقع مخاطب بیشتری داره. و راست افراطی ها یک پیک میان، من نمونه خاویر میلی در آرژانتین و خب تو چنین فضایی راستای افراطی هم خیلی یک جانبه گراتر هستن. ما یک جانبه گرایی رو در ترامپ دیدیم در اون 4 سالی که بود و تضعیف کرد اروپا رو. باید بپذیریم شاید یکی از نقاط قوت بایدن این بود که تونست حداقل در این 2 سال یک پارچگی اروپا رو حفظ کنه. کار به شدت پیچیده و سختی بود. خب آقای نتانیاهو گزینه ای نداره. یعنی از عینک نتانیاهو اگر بخوایم نگاه کنیم، هر یک از این راست افراطی‌ها از کابینه آقای نتانیاهو خارج بشن، از حد اکثر میفته و دولت سقوط میکنه. از حد نصاب میفته. بله بله، از حد نصاب میفته. خب شعارشون هم این هست، مخالفت با هر گونه امتیازی به هر قیمتی. هر ثانی که حتما کمیته حقیقتی یا بعد از پایان جنگ اتفاق 1974 بر نتانیاهو حتمی خواهد کرد. یعنی نتانیاهو بر از دنیای سیاست خدافظی کنه. پس با این نگه نتانیاهو تاثیرات به سزایی در بله. سیاست گذاشت. بله پس گولدا مایر برای همیشه از سیاست اسرائیل خدافظی کرد. خدافظی کرد، تموم شد و کل رؤسای شبکه ها همه یک به تغییر کردن. خب با این روند من فکر کنم آقای نتانیاهو فقط یک گزینه داره. از اینکه آقای نتانیاهو وقتی مسئله نگاه میکنیم یعنی ادامه جنگ. اما ادامه جنگ و کنترل جنگ متفاوت است. یعنی شما وقتی از تو جنگ صحبت میکنید این نیستش که
شما مثل جنگ جهانی دوم نتانیاهو به شدت این مشکل رو داره. ما اشاره کردیم که گزینه ها برای آقای نتانیاهو و عمر سیاسیش ادامه جنگ است و این وضعیت پیچیدگی جنگ رو هم تشدید میکنه. اساساً ادامه جنگ به این معنا نیستش که شما ویرانه های بیشتری در دست مردم غزه قرار بدید فاتح جنگ هستید. فاتح جنگ به کسی میگن که به اون سیاست هایی که تعریف کرده برسه. سیاستی که اینها تعریف کردن پایان حماس است. خب در اینجا ما اینجا حالا مشکلاتی داریم. مشکلات خود اسرائیل داره، مشکلات خود آمریکایی ها دارن و فضای بین المللی. حالا بریم توی بحث خود غزه، الان درگیری در رفح، بیش از 1,300,000 تا 1,500,000 نفر اشاره میکنن که تو رفح هستن، یک محدوده بسته. عملا دیگه نقطه‌ای در غزه وجود نداره که این مردم بخوان در اون قرار بگیرن. خب آزادی اون دو اسرائیلی هم به شدت یک فضایی رو به صورت لحظه‌ای تقویت کرد که ما میتونیم تو رفح اون 130-140 نفری که باقی موندن رو هم برگردونیم یا یا فرماندهان حماس رو بتونیم اونجا شکار کنیم. اما تبعات بین المللیش خیلی داره سنگین میشه و این موضوعی است که آمریکایی‌ها دیگه نمیتونن پاسخگوش باشن. این یکی از مشکلاته. یعنی گفتگویی که در فرانسه و پاریس داره شکل میگیره، مصر، قطر، آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها، یکی از دلایلش همینه. و شروطی هم که حماس گذاشته کار رو برای اسرائیل سخت کرده. شرط حماس پایان جنگ هست. خب اگر این شرط رو هم برداره و تمام اسرا رو تحویل بده، خب اسرائیل با دست باز میتونه حمله کنه. و این یعنی پایان سیاست گذاری نتانیاهو، یعنی پایان حماس، یعنی شکست سیاست های تبیین شده نتانیاهو در روز 7 اکتبر. آقای ندیمی، بگذارید تصویر رو بزرگتر بکنیم. شما فرمودین که در وضعیت پیش از جنگ جهانی به سر میبریم، چیزی شبیه به دهه اول قرن بیستم به عنوان مثال، که جنگ های بالکان اتفاق میفته و جهان داره آماده یک جنگ، یک رویارویی بزرگ میشه که به تعبیری جنگ دوم هم ادامه جنگ اوله. یعنی به تعبیری جنگ اول هیچ وقت متوقف نمیشه، جنگ دوم در واقع تمام نمیشه بلکه متوقف میشه و جنگ دوم در ادامه جنگ اول صورت میگیره. معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه رو ببینیم. عملا باب المندب بسته است در حال حاضر. یعنی حوثی ها موفق شدن که وقتی حجم کشتیرانی جهانی رو میبینیم، کمتر از 5% کشتی ها حاضر هستن که از باب المندب رد بشن و بیش از 90% از دماغه امید نیک از آفریقا در واقع دور میزنن و این به این معناست که دوباره جبل و طارق بایستی دور بزنن و وارد مدیترانه بشن. چه اتفاقی در اون سمت خواهد افتاد؟ عربستان سعودی هم تمایلی به ورود نداره، برخلاف 7 سال جنگی که با حوثی ها کرده، الان تمایلی به ورود به جنگ یمن در عربستان نمیبینیم. از طرف دیگر ایران طبق گزارش هایی که آمریکایی ها دارن منتشر میکنن، ایران به تجهیز تسلیحاتی حوثی ها ادامه میده. در اون گوشه از خاورمیانه معادلات به چه شکلی است؟ ببینید، توانمندی ایران یک جنگ کلاسیک نیست، یک جنگ فرسایشیه. تمام تلاش هم در این زمینه انجام میده و به هیچ عنوان روبروی نظام با آمریکا نخواهد داشت. حتی بعد از اتفاقات اون حملاتی که به 500 متری و 1-2 کیلومتری مرز عمان اون پایگاه اتفاق افتاد، دیدید که بعد از پاسخ آمریکا محور مقاومت در بخش عراق عملا کار رو کنار گذاشت و دیگه حملات رو انجام نداد. بله، جنگ فرسایشی. این جنگ فرسایشی بر روی نقاط ضعف آمریکا قرار بگیره. خب نقاط ضعف آمریکا کجاست؟ آمریکایی‌ها یک مسئله ای دارن. جغرافیای آمریکا به شدت دوره از اقتصاد جهانی. به همین علت باید کریدورهایی که مسیر رو کوتاه میکنن در کنترل آمریکا باشه. اساس و روح اون بیش از 900 پایگاه نظامی و حداقل بیش از 870 میلیارد دلار بودجه نظامی برای همینه.
ببینید آمریکایی‌ها بعد اقیانوس آرام به اطلس از پاناما عبور کنن، نه اینکه برن از پایین آرژانتین و شیلی دور بزنن. مسافت خیلی غیرعقلانیه. یا باید رسیدن به منطقه ما از تنگیر جبل و طارق، مدیترانه، کانال سوئز، باب المندب به اقیانوس هند باشه، نه در موقع عمدنیک. عملاً ظرفیت تجاری اقتصادی و اون صرفه اقتصادی برای آمریکا برای تجارت با دنیا خب بی‌معنا میشه. آمریکا با عنوان قدرت دریا باید بر این بر اینها کنترل داشته باشه. اساسا لحاظ ماهیتی ایران هم مشکش با آمریکا همینجاست، چون ایران دقیقا همون نقطه‌ای هست که میتونه از مسیرهای دریا رو دور بزنه، همون بحث هارتلند و ریملندی که شما به هر حال به خوبی بر اون تسلط دارید. این یکی از مشکلات ماهیتی ما با آمریکا هست. خب اینجا دقیقا جایی که ما میتونیم به صورت فرسایشی آمریکا رو تحت فشار قرار بدیم و پرهیز هم کنیم از روبروی نظامی. چرا؟ چون در گلوگاه کشتیرانی دنیاست روبروی نظامی کاملا غیر منطقیه. یعنی نوع پاسخ آمریکایی ها هم هیچ وقت روبروی نظامی گسترده نبوده. اصلا بافتار و ساختار یمن هم این امکان رو نمیده بهشون که بخوان به اون شکل بخوان ورود کنن، کاری که عربستان موفق نشد. خب این جواب داده، حتما همین بازی رو ادامه خواهند داد و هرگاه فشار آمریکایی‌ها به یمنی‌ها بیشتر میشه، نوع جدیدی از تسلیحات و سطح جدیدی از حملات به کشتی‌ها رو نشون میدن که بیر در اواخر کشتی‌هایی که غرق هم شدن خب با روزهای اول متفاوته. این یک مسئله چالش برانگیز برای آمریکا شده. من اکثرا مقالات رو که میخونم راهکاری نمیبینم، این راهکاری که خیلی یک پارچه باشه برای مهار یمنی ها. بعضی ها معتقدن باید فرماندهان یمنی ها رو زد، بعضی ها و یک وضعیتی رو هم برای آمریکا در نظر بگیریم که خیلی خطرناکه. جناب آقای عارف ببینید، بعد از سایکس پیکو عملا منطقه ما به هیچ عنوان همگون نیست، یک ناهمگونی محض وجود داره. ترکیب جمعیتی عراق به شدت ناهمگونه. شما شیعیان رو دارید در اکثریت، سنی ها که حاکم بودن و کردها. یا در سوریه یک موضوعی که وجود داره، هرگاه به جغرافیای جدید سوریه نگاه میکنیم، یک پارچگی اینا همیشه در یک ناسیونالیسم بیرونی بوده، اونجا یک پارچه عمل میکنه. ما این رو در یمنی ها میبینیم، یعنی اختلافی که بین جبهه های مختلف در یمن بود بعد از درگیری انصرالله با آمریکا و اسرائیل کاهش پیدا کرده و این خودش یک تهدید برای آمریکاست. در دراز مدتی تقویت میشه. بگم انصارالله به قهرمان، من شبکه‌های اجتماعی عربی رو میبینم با صفاتی مثل قهرمان عرب و اینها داره شناخته میشه، شمشیر عرب، قهرمان عرب، فرزندان قهرمان عرب، یک همچین صفاتی بسیار محبوب شده انصارالله. خب در دراز مدت، خب این به من یه مؤلفه میده، مؤلفه زمان به ضرر آمریکا و اسرائیل. یعنی هم در بحث آبراهه و اون اهمیت کوتاه بودن مسیر برای آمریکا تحت شعاع قرار گرفته، هم نفوذ نرم آمریکا داره در منطقه کاهش پیدا میکنه، هم ناسیونالیسم عربی داره افزایش پیدا میکنه که شما نمیتونی از ظرفیت های اختلافات قومی در اونجا بهره ببری، هم سیاست اسرائیل همچنان راست افراطی و پایان حماس. حالی وضعیت خیلی پیچیده کرده و من مهمترین سناریویی که میبینم ادامه جنگ. اساسا در دنیا همه سناریوها داره بسته میشه. چون قبل از اینکه با تو گفتگو بشم چند داده در آوردم خیلی عجیبه. ظرف دو سال 80% سرمایه گذار خارجی در چین سقوط کرده. 80% ظرف دو سال، یعنی ما 2021 344 میلیارد دلار داشتیم، 2022 180 میلیارد دلار، 2023 33 میلیارد دلار. در کجا سقوط کرده؟ سرمایه گذار خارجی در چین. در چین سقوط. بله. ببینید میزان گفتگوها، پلهای ارتباطی، توافقات دو یا چند جانبه بین این کشورها، مثل آسمان بازی که روسیه و آمریکا و کشورهای اروپایی، خروج از این توافقات، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک باعث میشه که اون گلوبالیسم جهانی معکوس بشه. حالا کشورها رو بیارن به سرمایه‌گذاری داخلی، درسته، افزایش خودکفایی در داخل، چون چرخه ارز ناسیونالیسم اقتصادی دقیقاً داریم به همین سبب میریم. چرخه ارز کالا داره در واقع، من حضور ذهن دارم یک مقطعی هندی‌ها اومدن صادرات برنج رو تعلیق کردن، یا در تایلند میرید نیشکر به همین شکله. چرخه ارز مواد اولیه هم در دنیا
مختل شده و این سرمایه گذاری هایی که در کشورهای پیرامونی اتفاق میفته داره مختل میشه و داره ائتلاف ها و جبهه بندی ها کم کم شکل میگیره. ما الان کوچکترین موضوعی که در سطح جهانی بر سرش یک توافق اتفاق بیفته نداریم، خیلی خیلی وقت اتفاق نیفتاده. یعنی شما عملا سازمان ملل و شورای امنیت رو در یک فضایی قرار دادید که هیچ توانمندی ندارن برای ایفای نقش. خوش وقتی این ایفای نقش ها رو بگیرید، تنش داره گسترده میشه، تنش داره کنترل خارج میشه. خب تو چنین وضعیتی هیچ تضمینی نیست که محور دیگری، جنگ دیگری در نقطه دیگری شروع نشه. و برگردیم به خاورمیانه. به طور مشخص به نظر میرسه که اسرائیل به دنبال ایجاد یک جنگ گسترده تر برای جبران ناکامی خودش در غزه هست. سفارایی در لبنان رو، در مرزهای لبنان رو شاهد هستیم. تشدید حملات اسرائیل به داخل خاک لبنان رو شاهد هستیم. تشدید فشار بر در واقع حزب الله برای اینکه از فاصله بگیره از مرز اسرائیل، تا 30 کیلومتر در واقع فاصله بگیره از مرز اسرائیل، و همینطور تلاش اسرائیل برای اینکه آمریکا رو رویاروی ایران قرار بده. ولی به نظر میرسه هر دو طرف، هم سمت ایران و یعنی هم تهران هم واشنگتن، یک تنش کنترل شده رو دارن پیش میبرن. یعنی در این حال که از وضعیت تنش بیرون نمیروند، ولی تنش رو هم حاضر نیستن به جنگ تمام عیار تبدیل بکنن. چرا واقعا فکر میکنید آمریکایی که بر روی ابرقدرت جهان هست، هنوز هم با هزینه نظامی، با هزینه نظامی که و بودجه نظامی که تفاوت فاحشی با در واقع سایر بازیگران در محیط بین الملل داره، تمایل آمریکا برای اینکه تنشش با ایران از کنترل خارج نشه به چه مؤلفه های باز معطوف بازدارندگی نزد ایران برمیگرده؟ برای نتانیاهو باز شدن جنگ با لبنان حداقل 8 ماه 9 ماه یک سال زمان بیشتر هست. گزینه مطلوبیه. ولی همراهی کامل آمریکا رو میطلبه. خب آمریکایی‌ها الان فقط با ایران درگیر نیستن. خود درگیری با ایران یک جغرافیای گسترده است. شما از خلیج فارس تا دریای سرخ اینو لحاظ کنید، خیلی مؤلفه‌ها تحت تاثیر قرار میگیره. این مورد اول. مسئله بعدی جنگ روسیه و اوکراین و این تنشمندتر شده بعد از گرفتن آفدیفکا. حالا من صحبت های مدودف رو هم دیدم، استلوتنبرگ رو هم دیدم، اونها اشاره میکنن که F-16 های اوکراینی چراغ سبز هایی داره گرفته داده میشه که میتونه حتی به خاک روسیه حمله کنه، و مدودف تهدید اتمی میکنه اگر این اتفاق بیفته. خب اونها باید یه تمرکز حد اکثری رو محور هم داشته باشن. و تنشا با چین هم تشدید شده. ما آمریکا رو در این وضعیت و این قالب باید ببینیم. یعنی قانون بحران جدیدی در خاورمیانه آمریکا نمیخواد. تعجب من اینجا هستش که چرا آمریکایی اینطور رفتار میکنن. در گذشته جناب آقای عارف برای مهار شوروی در جنگ سرد، آمریکایی خب ناتو رو ایجاد کردن، در منطقه ما سنتو رو ایجاد کردن که خب شاه در عمان نیرو برد، میخواست چپها رو مهار کنه، حتی تو مراکش تسلیحاتی رفت. در بخش دیگه شوروی با چین وارد توافق شدن. یعنی شوروی به طور کامل محاصره شد، فرو پاشید. استراتژی سد نفوذی که جورج کنان پایه‌گذاری کرد از 1946 تا پایان کار شوروی هم ادامه پیدا کرد و جواب داد. بله. و هزینه کمی هم برای آمریکا داشت. من همیشه برجام رو یک سنتو دیدم. ما توی سنتو هیچگاه به یک فضای رشد صنعتی گسترده نرسیدیم، که اگه میرسیدیم اصلاحات ارضی شاه که باز شد خیلی از مردم بیان حلبی نشین بشن، تولید به اون میزان بزرگ نشد و اون مردم شوریدن. برجام هم هیچگاه فضای اقتصادی ما رو به شکل شکوفا و صنعتی نمیبرد. اما خروج ترامپ از این برجام در واقع خروج آمریکا از سنتو بود. این وضعیت خود آمریکا درش قرار داره و ما در یک وضعیت جدید اتفاقا قرار گرفتیم که با گذشته تفاوتهایی داره و همزمان حجم تنش‌ها با چین که من فکر می‌کنم ماهیتاً با چین هیچ توافقی در کار نیست، چون چینی‌ها دعواشون با آمریکا بر سر یک مؤلفه هست، همون چیزی که توافق هتل پلازا رقم زد و ژاپن و اون کشورها اومدن ارزششون رو نسبت به دلار بالا بردن تا امکان رقابت برای آمریکا
افزونتر برای اون کشور نسبت به آمریکا کاهش بده و اقتصاد آمریکا بتونه شکل بگیره. دعوای آمریکا و چین هم بر سر قیمت یوانه و چین نمیخواد نقش ژاپن رو بازی کنه و امکان رقابت رو بده و یوان رو بالا بیاره، چون اون فاجعه‌ای که برای ژاپن اتفاق افتاد بر چین هم میفته. پس از لحاظ ماهیتی این دو هر چه جلوتر برن در این تنش باقی خواهند موند. مسئله اینجاست که ما امروز در منطقه قرار داریم که یک قطب سوم ایجاد شده، یعنی نه ما پیمان سنتو رو داریم نه توافقی از اون شکل با چین. منطقه امنیتی با بلوک غرب و آمریکا داریم و نه با شرق، و این باعث سردرگمی کشورهای منطقه شده. یعنی شکل بازی قطر، عربستان، من گاهی کارشناسان ترجیح میگیرن، گاهی کارشناسان میگن ببینید اومد نفت و با یوان بس، ببینید این عربستان هشت تایی هست با آمریکا بسته و هنوزم غربیه. ولی من معتقدم هنوز منطقه ما پالسی از هیچ یک از این هژمون ها دریافت نکردن و این پیچیدگی و سردرگمی کاملا توی منطقه ما وجود داره و هیچ تضمینی نیستش که اساسا این عدم تمایل آمریکا و محور مقاومت و ایران برای روبروی نظامی بشه ثابت و پایدار بمونه، چون هرچی جلوتر میریم سطح درگیری و پیچیدگی و نگاه صفر و صدی که نگاه بقا هست داره تشدید میشه. هیچ مؤلفه تضمین گونه‌ای نیستش که این روبروی اتفاق نیفتد. و برسیم به در واقع مقاله آقای برنز. آقای ویلیام برنز پیش از اینکه رئیس سیا باشه دیپلمات هست و دیپلمات بوده بعد دهه ها، برخلاف وزیر خارجه سابق آمریکا آقای پومپئو که در واقع از به عنوان یک اینتلیجنس من شروع کرده، به عنوان یک مأمور اطلاعاتی و بعد از اونجا آمد وزیر خارجه شد، ایشون دیپلماتی بود که آمده و در رأس سازمان سیا قرار گرفته. آقای ویلیام برنز در مقاله مهمی که ماه پیش منتشر کرد میگه که ما راهی جز اینکه با ایران کار بکنیم یا فکری برای تعاملمون با ایران بکنیم نداریم. این راهی نداشتن به چه معناست آقای ندیمی؟ آقای عارف، من خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم که به هر حال ما در وضعیت که زیرساختمون به شدت فرسوده شده، این سبک در واقع محور مقاومت به شدت هزینه زاست ولی در دراز مدت به شدت قدرت افزاست. یعنی شما امروز شاید خیلی ها در جهان عرب محور مقاومت رو تمجید کنن، ولی اونور ماجرا هم یک زیرساختای در ایران به شدت فرسوده شده. بله. این یک موضوعیه که من رو همیشه به فکر میبرد. گاز ما تا سال تا 2027 دیگه تولید گاز کفاف مصارف داخلی ما تا 7 سال تا 6 7 سال دیگه پارس جنوب وارد مرحله شب نمیشه، یعنی از 750 میلیون لیتر به 320 میلیون لیتر از نصف کمتر کاهش پیدا میکنه. ما زیر ساختمون نیاز به ورود سرمایه‌گذار خارجی داره. توانایی زیرساختای ما هم محدود شده، فرسوده شده زیرساختای کشور و شکاف‌های اجتماعی هم به شدت تشدید شده. من همیشه به این فکر میکنم که اگر الان در فضای کنونی به این فکر کنیم که این وزن هژمون‌ها، خب چین به پروژه کربن یک راه نیاز داره، حتما آمریکا با توافق گسترده با ایران میتونه چین رو مهار کنه، چون در دریا این کارو خواهد کرد، در روی خشکی این کار نمیتونه بکنه. این توافق با چین آیا سنتو خواهد بود که ما برجام رو تجربه کردیم، شاه هم سنتو تجربه کرده و مؤلفه موفقی نیست، شاید به یک توافق بزرگ مثل چین و آمریکا ولی با یک پیش شرط مثل آنچه که بین نیکسون و ماو اتفاق افتاد. من معتقدم امروز هم ایران هم روسیه همزمان باید با یک طرف توافق کنن و اینا وارد تخاصم خواهند شد. این کارو پیچیده میکنه. این نکته رو نکته مهمیه. مهار چین در تنگه مالاکا امکان پذیر هست، یعنی بسیار اون گلوگاه و تنگنای ژئوپلیتیکی چین هست. چین در واقع به عنوان یک تمدن نه دریایی مثل آمریکا و بریتانیا، به عنوان یک تمدنی که همواره نه بحری بلکه بری بوده، داره تلاش میکنه که این تنگنا رو دور بزنه از طریق توافق با پاکستان. به ویژه اهمیت پیدا کردن سینکیانگ و در واقع ترکستان شرقی برای چین از این حیث است که ترکستان شرقی
و پاکستان و رسیدن به اقیانوس هند از طریق بندر گوادر در واقع راهی است که این تنگنای ژئوپلیتیکی رو دور میزنه. ایران چه جایگاهی داره در؟ خب ما این رو در حمله موشکی ایران به داخل خاک پاکستان از چین دیدیم. یعنی کار به جای رسید که کنسولگری چین میخواست در جلسه ارتش پاکستان حضور پیدا کنه. انقدر اهمیت داره لحاظ امنیتی برای چین که اون نقطه تنشمند نشه. ما در رفتار چینی ها دیدیم به گوادر و کراچی. بله، چون هر گونه تشدید درگیری در پاکستان یک بحران امنیتی، یک فشار ژئوپلیتیکی به چین وارد خواهد کرد. اما مسئله اینجاست، شما در صحبت آقای پوتین با اون خبرنگار یک موضوعی بود، ما اینو فراموش نکنیم، دعوای اصلی بین ایران آمریکا و چینه، نه بین ایران و آمریکا. دعوای اصلی امروز دنیا بین چین و آمریکاست و مسئله اینجاست که این دو طرف باید از ظرفیت‌های پیرامونیشون بهره ببرن. الان یک نوع من احساس میکنم آمریکایی‌ها بعد از اومدن ترامپ، و خب ترامپ یه مقدار بد بازی کرد تو محیط بیرونی، همزمان اومدن جبهه زلنسکی در اوکراین که یک نگاه کاملا غربی داشت، همزمان جنگ تعرفه‌ها با چین و همزمان فشار حداکثری بر ایران، باعث نزدیکی مقطعی بین این سه قطب شد بر اساس تقابل و مهار آمریکا، نه چیز دیگری. اما آمریکایی‌ها هنوز از زیر اون سیاست‌های ترامپی خارج نشدن. یعنی آمریکا هنوز برنامه‌های مدون خودش رو نشون نداده که برای مهار چین برنامه‌اش چیه. ولی اون چیزی که من خیلی به چشمم اومد صحبتی بود که پوتین هم اشاره کرد. پوتین بارها اشاره کرد که شما دعوای اصلیتون با چینیه که 1.5 میلیارد جمعیت داره، با چینیه که اقتصادش از شما فراتر رفته. نکته همینجاست. دعوای اصلی شما با چین، نه با روسیه، نه با ایران. و معتقدم هر توافقی بین چین با ایران و روسیه به اتفاق بیفته و آمریکا با ایران و روسیه، چون ما اگر در دو قطب ایران و روسیه در دو قطب متضاد قرار بگیرن حتما با درگیری میشن، چون از لحاظ ماهیتی در قفقاز به مشکل میخوریم، در دریای کاسپین این به شدت تشدید میشه، در حوزه مدیترانه سوریه به شدت تشدید میشه و خود این هم پیچیدگی رو افزایش داده. یعنی آمریکایی‌ها باید برای مرتبط با ایران روسیه، روسیه روی یک قطب در واقع میبایستی قرار بگیرن. بله، بعد یک قطب قرار بگیرن. اگر در دو قطب، شما تصور کنید روسا و آمریکا ببندن، شما با آمریکا نبندید. خب آمریکا میخواد چین رو مهار کنه، شما بعد در قفقاز شاهد زورآزمایی روسیه و آمریکا باشید برای کنترل پروژه جاده ابریشم، و شما با آمریکا نبستید، دوچار خفگی ژئوپلیتیک خواهید شد. طبیعتاً درسته، خود برجام هم به یک معنی حاصل همکاری روسا و آمریکایی‌ها بود، یعنی دوره‌ای بود بله. که روسا و آمریکایی‌ها در محیط بین‌المللی همکاری می‌کردند و به نظر آمریکایی‌ها نمی‌تونن تو سه محور همزمان درگیر باشن، همزمان با چین، همزمان با روسیه، همزمان با محور مقاومت، چون اونها هم نقاط آسیب پذیری دارن. فراموش نکنیم آمریکاست که باید نظام تک قطبی دنیا رو حفظ کنه. اون آمریکاست که باید از آنچه که داره دفاع کنه، و این کار به شدت برای آمریکای امروز سخته. و خب یک محور تجدید نظر طلب هم این وسط وجود داره دیگه، نسبت به نظمی که بر اساس موقعیت هژمونیک آمریکا شکل گرفته. چینی ها به دنبال تغییر این وضعیتند، ایرانی ها هم به دنبال تغییر این وضعیتند، روس ها هم به دنبال تغییر این وضعیتند. به لحاظ اقتصادی هم محور بریکس به دنبال تغییر نظام اقتصادی مبتنی بر هژمونی آمریکاست، به دنبال تغییر نظم اقتصادیه که مبتنی بر در واقع هژمونی دلار هست، برتون وودز هست، یعنی نظم اقتصادی برآمده از برتون وودز هست. چقدر ممکنه که تجدید نظر طلبان نسبت به در واقع رژیم امنیت بین الملل که مبتنی بر هژمونی آمریکاست بتوانند که با هم کار بکنند با این شرایطی که میفرمایید؟ این آقای عارف، این دقیقا نکته‌ای که من رو هم متعجب کرده، به نظر چینی ها اون مسئولیت پذیری و تعهد پذیری رو نشون نمیدن. ببینید آمریکایی ها تو جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، فردای اون روز جنگ سرد آغاز شد. درست. خب تو سفری که مارشال به
شوروی داشت سریعا برگشت و اشاره کرد که فقر در اروپا به شدت گسترده شده و ما باید هر طور که میتونیم کمک مالی و زیرساختی کنیم و اینا جذب کمونیسم میشن. نکته بود که استالین گفته بود. مسئولیت پذیری آمریکا برای احیای اروپا و ایجاد ناتو و درک درست از اینکه اروپا هر 3 تا 7 سال درگیر جنگ بوده و اون برنامه اتحادیه اروپایی، اون برنامه ناتو که بتونه مرزها رو از فضای سیاسی و فضای اقتصادی تغییر بده، این مسئولیت پذیری و تعهدی بود که آمریکایی‌ها انجام دادن. ولی این رو ما در چین نمی‌بینیم. آیا چین به طور گسترده مثلا اون حمایت‌ها رو از ایران می‌کنه؟ به هیچ عنوان. حتی من معتقدم نوع شکل اقتصادی روسیه و چین داره بیش از حد متعارف روسیه رو وابسته به چین میکنه و این معناش مسئولیت پذیری چین نیست. یا در بریکس اشاره شد، فکر کنم نشست دوره‌ایش که روس‌ها برگزار میکردن اشاره شد که چین و هند هستن که با عرض جدید بریکس در این مقطع مخالفت کردن. این عدم تعهد و مسئولیت پذیری چین یه مقدار کار رو سخت کرده. من با برخی از دوستان روس که صحبت میکنم معتقدن که رفتار چین با روسیه به شدت استعماری حتی. بله من موافقم. به ویژه بعد از 24 فوریه که الان در دومین سالگرد جنگ اوکراین قرار داریم، معتقدن که چینی ها خیلی با یک ذهنیت استعمارگرایانه‌ای دارند. یادتون هست آقای عارف سال گذشته بود فکر کنم یه نقشه هر سال نقشه‌ای که به روز سالی میکردن بخشایی از مرز روسیه در داخل که هنوز هم مورد مناقشه در داخل اون نقشه قرار داده بودن. این اتفاقا بزرگترین دلیلی هست که روسیه داره پالس بازی نزدیک به غرب رو هم از خودش نشون میده، میخواد توازن ایجاد کنه ولی غرب این توازن رو به روسیه نمیده. ولی در نهایت آنچه که روی میده در اشل بزرگتر دعوا بین چین و آمریکاست و هر کدوم از این طرفین باید با کشورهای مثل ایران یا روسیه باید توافق بشن، وگرنه کار براشون خیلی پیچیده و سخت میشه، به خصوص برای آمریکایی‌ها. یک گره ژئوپلیتیک آقای ندیم بین چین و روسیه وجود داره، اون چیزی است که شما اشاره کردید. منچوری شرقی، اون جایی که ساحل دور روسیه هست، بندر ولادیوستوک و در واقع اون جایی که روسیه چین رو دور میزنه و با کره شمالی هم مرز میشه و بندر ولادیوستوک رو در واقع در ساحل اقیانوس آرام روس ها دارند. فکر کنم به دریای بایکال وصل میشه. بایکال و اقیانوس آرام نتیجتاً. بله. ازم چیه؟ ازم این است که اگر دقت بکنید کل ساحل روبروی ژاپن با تسلط روس‌ها بر منچوری شرقی در واقع از دسترس چینی‌ها خارج شده. این چینی‌ها سواحل روبروی ژاپن رو در اختیار ندارند به واسطه این در واقع تداوم ژئوپلیتیک روس‌ها پیدا کردند و تا کره شمالی میان و این خط ساحلی رو می‌برند. این برای بلازه امنیتی برای چینی ها بسیار مهمه که بتونن اون ساحل روبروی ژاپن رو در اختیار داشته باشن و به هیچ عنوان حتی آقای شی در دیداری که با پوتین داشت خواستار این شد که منچوری که از دهه 1870 در اختیار روسا قرار گرفته و بندر ولادیوستوک رو در اونجا تأسیس کردند به چینی ها واگذار بشه. این اختلاف خیلی بزرگی میتونه باشه. من همیشه به شرق آسیا دریا چین و جنوبی میگم انبار بارود. همین الان چینی ها بیش از 90% اونجا رو برای خودشون میدونن. تمام آنچه که اونجا تا امروز کنترل شده پیوندهای تجاری بوده. ببینید الان فیلیپین با چین مشکل داره بر سر جزایر، مناقشه داره. ژاپن با تایوان و چین و خود چین با تایوان. بله. اندونزی، مالزی، اینا همه با هم دیگه دوچار اختلافات گسترده هستن. اختلافی که به جنگ منتهی شده داستان ژاپن و چین بوده، یعنی بعد ولی امروز پیوندهای تجاری و این که چین و این کشورها به قدری از لحاظ تجاری منافعشون به هم گره خورده این کنترل شده. اونم ماه گذشته بود یه کشتی چینی به آب بست، کشتی مالزیایی رو، فیلیپینی رو و سیستم
نرم افزارش رو سوزوند، الکترونیکش رو سوزوند. ببینید ولی ما داریم راجع به بحران صحبت میکنیم، داریم راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم. در همینطور که داده ها میگن سرمایه گذار خارجی در چین امسال به 33 میلیارد دلار استثمار 2023 344 میلیارد دلار بوده. یعنی ما داریم از شکل اقتصادی و از شکل اون فضای اقتصاد جهانی گلوبالیسم خارج میشیم، یک روند معکوس رو تجربه میکنیم. کم کم این پیوندهای تجاری داره تضعیف میشه، پس تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید میشه و اونجا یک انبار بارود خواهد بود. روند معکوس جهانگرایی، یعنی بله. دی گلوبالیزم رو خواهیم داشت. آمریکایی ها حتی در عرصه اقتصاد هم دارن تلاش میکنن که جلوی دستیابی چینی ها به میکروچیپ ها رو بگیرن یا کنترل بکنن. میکروچیپ هایی که برای اقتصاد چین بسیار مهمه، یعنی برخلاف مدعاهای اقتصاد آزاد با توسل به قدرت سیاسی و قدرت نظامی جلوی توسعه اقتصادی چینی ها رو بگیرن. این هم یک بار به جنگ ختم شد، جنگ جهانی ختم شده در جنگ اول. بله. بر منابع بود جنگ اول در حق واقع، بر سر منابع جهان به جنگ کشیده شد. چقدر احتمال میدید واقعا به سمت یک جنگ میریم؟ آقای گوترش بارها و بارها دبیرکل سازمان ملل این انذار رو داده، این هشدار رو داده که جهان به سمت جنگ داره میره. تو فضای ژئوپلیتیک هژمون وقتی معنا میشه سه تا عملیات داره، یکیش نظامیه، یکیش اقتصادیه، یکیش همون گفتمان هست، نفوذ فرهنگی و گفتمانی. من چهار تاش میکنم، یکیش هم انحصار هست. شما اگه میخواهید هژمون باشید باید در انحصار داشته باشید بعضی از قابلیت ها رو و اون چیزیه که آمریکا انحصار کرده. باید من معتقدم چینی ها دارن به سمتی حرکت میکنن که من اسمشو گذاشتم تولیدات فردایی. یعنی هند داره جایگزین چی میشه؟ هند داره جایگزین تولیدات دیروزی میشه و چین داره میره به سمت نوعی از سبک زندگی و تولیدات با محیط تکنولوژی هوش مصنوعی و از این دست. یعنی داره تولیدات فردایی رو دست میگیره. نو تکنولوژی به هند منتقل میشه، های تکنولوژی به سمت های تک به سمت چین داره میره. دقیقاً. و این انحصار رو از آمریکا خواهد گرفت. طبیعتاً آینده هوش مصنوعی خواهد بود، آینده نوعی از سبک زندگی تکنولوژی که خیلی فراتر از چیزی که داریم شاهدش هستیم و نوع محصولات. و خب آمریکا این انحصار رو نباید دست بده و من معتقدم از دست خواهد داد، مگر اینکه برای چین بحران‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کنه. و این روندی که داره حرکت کنه، امروز هیچ کشوری به اندازه چین زیر ساخت‌های آماده نداره، حتی آمریکا، حتی اروپا. همین جنگ روسیه و اوکراین نشون داد که من حداقل معتقدم اروپا در بحث کرونا متوجه شد که نیاز هست از اون نگاه صرفاً اقتصاد لیبرال فاصله بگیره و یک مقدار اقتصاد درونزا رو تجربه کنه. و جنگ روسیه با اوکراین به اروپا این رو نشون داد که از اون فضای صرفاً ناتو و امنیت بیرونی که به آمریکا وابسته است خارج شه و بخشی از امنیت درونزا رو ایجاد کنه. اقتصاد رو به چین و امنیت رو به آمریکا باخته اروپایی ها. و این روند، این روندی که ایجاد شده و تضعیف دیگر بخش ها، اروپا یکی از رقبای این آمریکا و چین بود ولی کاملا تضعیف شده، تحت کنترل قرار گرفته، تأثیر گذاریش رو از دست داده. پس چین و آمریکا هستن که دارن با یک فاصله بیشتر از بقیه رقبا حرکت میکنن. اما اون معضلاتی که چین آمریکا داره چین نداره. شما دقت کنید بارها آمریکا از چین خواسته که سهم خودش رو در کنترل آبراهای بین المللی ایفا کنه ولی چین تا 2030 رو نپذیرفته و هزینه های به شدت بالای آمریکا امکان رقابت با چین رو ازش گرفته. پس باید هزینه‌ای به چین تحمیل بشه، چون چین با این دست فرمون و مخاطراتی که آمریکا باید برای تمام تنش‌های ژئوپلیتیکی در دنیا بپردازه هزینه و چین که هزینه نمی‌پردازه و آسوده خاطر داره حرکت میکنه و اروپایی که امروز تضعیف شده نمیتونه رقیب جدی باشه. پس خب حتما چین برنده خواهد بود. نمی‌خواید بگید که چین با تداوم موقعیت هژمونیک سیاسی و امنیتی آمریکا در واقع داره خودش رو از زیر بار مسئولیت اینکه یک در واقع بازیگر هژمون در نظم بین الملل باشه شانه خالی میکنه، کما اینکه در عرصه اقتصاد هم با یوان هم همین کار رو میکنه. یعنی هیچ وقت نمیخواد
یوان رو بیاره اتفاقا جای دلار بنشونه، یا ارزش دلار رو ارزش یوان رو بالا بیاره به رقابت یا به جنگ دلار، اتفاقا نمیخواد بره چینی ها. به نظر میاد تا دو دهه آینده منافع چین در ادامه نظم مبتنی بر هژمونی آمریکا. دقیقاً دقیقاً، و خیلی ها فکر میکنن که چین هست که به دنبال نظم جدیده، ولی آمریکا هست که به دنبال مهار چینه و خود این مهار تله توسیدی تو ایجاد میکنه و تغییرات ژئوپلیتیک ایجاد میکنه. اما این عدم مسئولیت پذیری چینی ها در بریکس هم هست و این احتمال این رو که روسیه و ایران نیم نگاهی به آمریکا داشته باشن رو افزایش میده، ولی آمریکا هنوز به نتیجه نرسیده. من این پالس رو نمیبینم. خب یعنی با این فهم ژئوپلیتیکی هم ایران هم روسیه در این میانه شرق و غرب، در میانه شرق دور و غرب دور، اگر از چین به نام شرق دور یاد بکنیم و از آمریکا به نام غرب دور یاد بکنیم، ایرانی ها و روس ها در یک محور، در یک اکسن در واقع قرار میگیرن لاجرم. تداخل ژئوپلیتیکی بین ایران و روسیه هم البته کم نیست در حوزه اوراسیا. یک موضوع مهمی وجود داره، تداخل داریم با روس ها. ما یک شکل جدیدی، البته یک درک جدیدی از این همسایگی پیدا کردیم که فکر کنم در تاریخ بی‌سابقه است. ببینید، همیشه در طول تاریخ آقای عارف، روسا از سمت اروپا بهشون حمله شده، چه در زمان ویلهلم سوم، چه در زمان هیتلر، چه در زمان عثمانی، چه در زمان امپراتوری لهستان، و این حملات مکرر، چه در زمان ناپلئون، حملات مکرر به روسیه باعث میشد که جنوب روسیه گریزگاه روسها باشه. یعنی روسها جنوب رو به چشم این که بتونن دور بزنن این حملات رو تو بحث تجاری در تمام حوزه. ما درک درستی از این موضوع نداشتیم که اگر داشتیم ابزار درگیری با روسا برای بریتانیا یا فرانسوی ها نمیشوریم، یا مثلا به سمت با اون دیدگاه های فینکنشتانی نمیپرداختیم به این موضوع، یه مقدار قائم مقامی نگاه میکردیم. قائم مقام فرانی این رو درک کرده بود، سانانش در مشهد بعد از شکست هم آوردن و ازش دلجویی کردن. یک موضوعی که وجود داره این هستش که روس هم یک چیز رو فهمیدن، هم ایران هم روسیه به این نتیجه رسیدن که ببینید، بذار یه مثال بزنم. زمانی که نادر حمله کرد به هندوستان و گورکانی ها رو به شدت تضعیف کرد، رها کرد و اومد. رها کردن اونجا باعث شد که یک هندوستانی باشه که لحاظ نظامی و اقتصادی به شدت ضعیف شده، و این فرصتی رو ایجاد کرد که فرانسوی ها، انگلیسی ها بیان و کم کم اونجا رو به استعمار بگیرن. یعنی این عمق راهبردی نداشت نادر. روس‌ها در جنگ جهانی اول و دوم هم همین کاری کردن، ما رو تضعیف کردن، ولی این مشکلاتش رو برطرف نکرد. امکان وابستگی بیشتر ایران، یعنی همون 19-19 توافق 19-19 عملا 3-4 ژئوپلیتیک ما رو تحت نمایگی برده بود، بله. که منجر به توافق 19-21 با شوروی شد، یا امکان حضور آمریکا در منطقه ما رو گسترده کرد. من احساس میکنم ایران امروز به این درک رسیده که روسیه تحت امنیت رو در اروپا میبینه، پس در جنوب باید اون اطمینان ها بهش داده بشه، مثل پروژه جنوب به شمال، مثل خط راهن رشت آستارا. اون نگرانی های ژئوپلیتیک روسیه رو کاهش میده. این نوع نزدیک کردن نگاه با توجه مخاطراتی که دارن، این رو مدیریت خواهد کرد. و این اولین بار هستش که ما در بحران داریم این رو مدیریت میکنیم از هر دو طرف. آقای ندیم، با نگاهی که در روس ها شاهد هستیم، این عظمت طلبی روسی و گسترش طلبی ژئوپلیتیکی، در اشاره کردید در مصاحبه اخیر آقای مدودف صراحتا میگه ما نه تنها در مدودف، ببینید در نشست امنیتی مونیخ گزارش های معتبری در واقع بحث شد روش، داله بر اینکه روسها در 5 سال آینده قطعا به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله خواهند کرد، که به نظر میرسه این حمله یکی از کشورهای بالتیک خواهد. و باز به نظر میرسه که با توجه به اینکه روسا نیازمند این هستن که کالینگراد رو دسترسی داشته باشن بهش، راهی جز لیتوانی ندارن. یعنی اون کشوری که ظرف 5 سال آینده ممکنه به احتمال خیلی زیاد طبق گزارش غربی ها بهش حمله بکنن، لیتوانی هست. و
و این رو بگذارید در کنار موازی که پوتین میگیره یا مدودف میگیره که بزرگترین اشتباه این بود که بالتیک ها رو، اون سه کشور بالتیک رو از دست دادیم، لتونی، استونی، لیتوانی رو از دست دادیم. مدودف روی گرجستان ادعای ارضی مطرح میکنه خیلی واضح و آشکار، و بعد از گرجستان ببینید ما برگردیم به پایان قرن 18 هم. یعنی مقطع بین پتر کاترین تا در واقع جنگ 1796 بین آقا محمد خان و روس ها. بعد از گرجستان اینها آیا متوقف میشند یا اینجاست که من میگم درگیر هستیم؟ ما در قفقاز یک تداخل ژئوپلیتیک با روس ها داریم. اما یه نکته هم من ترانسنیستره نیستریارم نام ببرم تو ادامه صحبتاتون که درگیری با مولداوی رو تشدید میکنه. اخباری میاد که اونها تمایل به الحاق به روسیه رو دارن و اتفاقا میتونه اودسا رو، جبهه اودسا رو باز کنه همین موضوع. اما تمام اینها که فرض گفت اودسا هم نه تنها کیف روسیه، بله. اودسا هم تشدید میکنه دیگه، چون بعد برای پیوند دادن ترانسنیستریار باز میکنه. بله دقیقاً، بله، برای الحاق ترانسنیستریار بعد اودسا رو بگیرن. اما همه آنچه که فرمودید اروپا است. یعنی من دستی 100 سال گذشته تمام جنگ های روسیه با اروپا بوده، با ما نبوده. حتی بحث گرجستان هم بحث کنترل اروپا بود که منجر شد البته به جدای بخشی از نواحی که من فکر میکنم گاهی حاکمان پیرامونی روس هم خیلی اشتباه بازی کردن. یعنی گرجستان، همین اوکراین، باید درک دقیقی از جغرافیای خودش داشته باشه. یعنی شخصی مثل آقای زلنسکی باید آگاه به این باشه که شما یک در واقع پل بین روسیه و اروپا هستید و در واقع بر اساس کشور پل باید میزانی از سطح بالانس رو بین دو طرف حفظ کنید. شما نمیتونید صرفا شرقی یا غربی بازی کنید. تمام اینها تشدید میکنه. اما اون چیزی که وجود داره آقای عارف، هرچه که جلوتر میرید، یعنی من معتقدم روسا روز اول به این نقطه فکر نمی کردن. اونها خواهان عقب روندن ناتو بودن. ولی مسئله اینجاست که هرچی جلوتر میرید، وقتی که گفتگوی باز نمیشه، پرونده های جدیدتری باز میشه، مشکلات انباشتتر میشه. بله، و شما مجبور هستید بیشتر و بیشتر پیش روی کنید. این اساسا هیتلر وقتی وارد جنگ شد اصلا به سمت شوروی نرفت، که رفت از سمت اتریش، رفت سمت بلژیک، اومد توی فرانسه، بعد با بریتانیا درگیر بود، داشت اونجا بمباران می‌کرد، بعد رفت سراغ شوروی. یعنی اساسا یک دور کامل زد، رسید به شوروی، با شوروی درگیر شد، به همه بهت زده بودن. این وضعیتی که امروز شاهدش هستیم نشون میده که اساسا آنطور نیستش که شما یک برنامه‌ریزی می‌کنید و میرید بهش می‌رسید. شما ورود میکنید ولی خروجش با شما نیست، و این جنگ شما رو به نواحی مختلفی میرسونه. ولی روس ها امروز زیر ضرب چین هستند. بله. و یک موضوعی رو ما در تحلیلمون قرار نمیدیم. هند هم در ژئوپلیتیک منطقه ما و قفقاز در آینده به شدت تاثیرگذار خواهد بود. هند داره با افغانستان رابطه بسیار نزدیکی انتها. بله، و هند نیاز به کریدور داره. هند داره سرمایه گذار جذب میکنه، تولید میکنه، بعد این کریدورها رو علاوه بر امنیتی بتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. یعنی موازنه قدرت در منطقه ما به مانند دورای قبل یک یا دو قطب نیست، قطبهای بیشماری قرار دارن. امروز در خبرها خوندیم که پاکستان جنگنده های پیشرفته به جمهوری آذربایجان میفروشه به قیمت 1.5 میلیارد دلار، قرارداد 1.5 میلیارد دلاری داره. در نقطه مقابل شما وقتی به ارمنستان میرید، من اخیرا سفری به ارمنستان داشتم، حضور هند رو کاملا به صورت ملموس میبینید. هندی ها کاملا در ارمنستان حضور دارن، و چه بسا یک وجه این داستان هم کوریدوری هست که هندی ها تمایل دارن. به هر حال کوریدور شمال به جنوب در اختیار هندی ها هم خواهد بود. بله، و اگر هندی ها در ارمنستان حضور نداشته باشند، ببینید هندی ها این رو میدونن که ایران به تنهایی نمیتونه با تمام این قطبا و تقویتش کنن. ببینید ارمنستان امروز سیاست که داره انجام میده چیه؟ افزایش بازیگران. آقای پاشینیان میگه من با ایران کار خواهم کرد، ولی نزدیکی حد اکثری با ایران ما رو تحت فشار قرار میذاره. بخشی با ایران، بخشی با فرانسه، سعی میکنه با لابی اسرائیل تا حدودی نزدیک بشه.
هندی ها رو میاره بله از دیاسپورای ارمنی های در آمریکا بهره ببره، داره تعداد بازیگران رو افزایش میده و افزایش این تعداد بازیگران پیچیدگی هر نوع کنشگری برای محور ترکیه آذربایجان با هزینه بیشتری رو خواهد کرد و این سیاست درستیه به نظر من برای ما هم در این مقطع گره گشاست در این مقطع. اما به هر حال ما امروز برای اولین بار شاهد این هستیم که جناب آقای عارف، البته شما کارشناس اون حوزه هستید، ولی ما برای اولین بار شاهد این هستیم که قفقاز یک به علاوه سه بود، یعنی روسها، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، امروز به هیچ عنوان یک به علاوه سه نیست. یعنی روسها نمیتونن با همون مشابهت های تاریخی با ایران در قفقاز همکاری نکنن، یا اون نگاه گسترده تر کردن جغرافیاشون رو در قفقاز بخوان دنبال کنن، توانایی این که همزمان این مسائل رو با اروپا و همزمان در منطقه ما قدرت های منطقه‌ای و هژمونیک داریم توی اون نقاط که تحت تاثیرن، این کار بر روسا غیر ممکنه امروز. این وابستگی به چینی ها و فکر کنم خارج از ظرفیتشونه و اتفاقا معتقدم هنر روسا این هستش که در جایی که هستن بیستن اگر بتونن این کار رو بدن. آقای ندیم، به عنوان پرسش آخر، به نظر میرسه که نظم کهن در حال فروپاشیدن هست، نظمی که در بهار 1945 رویید در ویرانه های جنگ دوم، جنگ دومی که همونطور که گفتم بسیاری معتقدن که خودش ادامه جنگ اول بود، یعنی 1914 تا 1945 رو در یک امتداد میشه دید، حتی این نظم داره فرو میپاشه و حتی برخی معتقدن که یک نظم 500 ساله داره میپاشه، نظمی که با کشف قاره آمریکا و انباشت ثروت در اروپا در واقع آغاز شد، تمرکز ثروت و قدرت از غرب جهان به سوی شرق جهان در حال تغییر هست. ایران این وسط چه کار باید بکنه در کانونیابی نظم کهن، نظمی که در چند سده اخیر و به لحاظ سیاسی در واقع 70-80 سال گذشته وجود داشته، ایران رو توسعه نیافته کرد. ایران از یک کشوری که در قرن 16 سفرنامه نویسان رو داریم در مورد اصفهان فی المثل در دوره شاه عباس، در ابتدای قرن 17 چه ترسیمی میکنن، چه توصیفی میکنن، ایران از یک کشور توسعه یافته به یک کشور غیر توسعه یافته تبدیل میشه. در این جابجایی نظم ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟ رفتارش استعمارگرایانه هست، با خود ما داریم میبینیم، با خود ایران رفتارشون به مراتب از غربی ها استعمارگرایانه تر به نظر میرسه که هست. البته ما یه بحران ناهمگونی هم داریم و شکلی از اداره وابسته دولت مرکزی به ملوک و طوایف ها رو هم بعد یک روز بشینیم راجع بهش صحبت کنیم. همین شبکه جزیره‌ای که تو ایران حضور داره که الان مشکلات عیدی برای ما درست کرده. اما من این فرصت رو داشتم که بعضی از دوستان وزارت خارجه راجع به این موضوع صحبت کنم. وقتی صحبت میکردید یاد سالهای 1349-50 افتادم، زمانی که بریتانیا بر اساس جنگ دوم خب تخریب شده زیر ساختاش، حالا اون نگاه هژمونیک رو نداره، داره بحث جزایر ما رو صحبت میکنه حل کنه، بحرین و امارات رو داشت میرفت، یک خلای قدرت ایجاد شد جناب عارف اون موقع. این خلای قدرت به بدترین شکل تو منطقه ما مدیریت شد، یعنی جلسه که تو عمان بود قرار بود ایران، عراق و کشورهای عربی جمع بشن و پیمان امنیت منطقه‌ای تشکیل بدن و امنیت اونجا دست بگیرن. تو مقطع میگن عربستانی همراهی نکردن چون خواستن رهبری جهان عربو بگیرن، شد سه قطب قدرت، ایران، عراق، کشورهای عربی به رهبری عربستان که هیچگاه هم نتونستن به اون 400 هزار ارتش واحده و انقدر که اختلافات درنشون زیاد بود. ما از اون روز توی این منطقه درگیریم، ما از اون روز توی منطقه همچنان درگیریم. معتقدم ایران اگر ظرفیت ها رو درست شناسایی کنه، ببینید نمیتونیم به عنوان ایران منافعمون رو فقط ببینیم، این نگاه اشتباه است که ایران باید منافع خودش رو ببینه، هر کشوری منافع خودش رو میبینه در منطقه ما، هر کشوری منافع خودش رو ببینه در نظم بعدی مشکلات ما به هیچ عنوان حل نخواهد شد.
ما باید منافعمون رو در دل یک پیمان امنیت منطقه‌ای با منافع جمعی کسب کنیم تا از این جغرافیای ناهمگونی که بعد از سایسپیکو ایجاد شده بتونیم فرار کنیم. چقدر ممکن هست ایجاد یک نظام امنیت جمعی در خاورمیانه؟ ببینید انسان بین جنگ و صلح همیشه جنگ رو انتخاب میکنه. ما کشور بازیگرانی رو داریم آقای ندیم در خاورمیانه که در واقع خطوط مرزی کاملا تحمیلی دارند، خطهای راستی رو میبینیم، خط اکا کرکوک رو میبینیم در ساکسپیکو که خط اکا کرکوک در واقع بخش عمده ای از مرز سوریه و عراق امروز رو تشکیل میده، مرز اردن رو تشکیل میده، البته خب طبق ساکسپیکو مرز پاکستان افغانستان و وسط پشتون ها خط مورد مناقشه دیورند بله داریم، کشورهایی داریم مثل عراق که در واقع ام عراق دارن، مادر دارند و اون خانم بریتانیایی که معروف هست به ام عراق به خاطر مرزهایی که کشیده و البته خب قرار بود طبق ساکسپیکو که ولایت موسل در اون سو قرار بگیره ولی بریتانیایی ها موفق شدن که در واقع در اختیار خودشون بگیرن، به همین خاطر خط مستقیم یه جایی در واقع دیگه کج میشه، اون هم به خاطر موسل هست، وگرنه طبق ساکسپیکو اون خط عکاب کرکوک موسل میبایستی در اختیار فرانسوی ها قرار میگیره و موسل بخشی از سوریه میتونست بوده باشه. علی‌ای حال این نظم تحمیلی رو چه باید کرد؟ من بهش میگم سمفونی زیبای بریتانیایی ها برای متر به مترش فکر کردن. یعنی گریز از این خط خیلی سخته. تنها راه من وقتی پروژه کربن یک راه اومد خیلی خوشحال شدم چون روح جاده ابریشم سلسله شبکه راه های در هم تنیده است، همه رو به هم وصل میکنه. به ما تنها راه ما راهی که اتحادیه اروپا رفت. اروپایی ها همیشه در جنگ بودن ولی وقتی مرزها رو غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک تعریف کنی و مرزها رو اقتصادی کنی، حالا شما میتونید با یک پاسپورت برای اینکه برید به یک کشور از چهار مرز عبور کنید به سرعت و برید به اون کشور اروپایی. ما راهی نداریم جز اینکه مرزها رو غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک کنیم و اقتصادی تعریف کنیم و تنها راهش هم پروژه کمان یک راه اقتصادی، پروژه‌ای که معروفی که آبای لیبرالیسم دارن که از مرزهایی که کالا عبور نکنه سرباز عبور خواهد کرد. بله الان ما این رو در مرز ایران و پاکستان داریم، دو کشوری که میتونن به شدت به ما زمان آقای عارف زمان شاه پروژه اکو رو راه انداختیم، چند بیش از 40 ساله بین پاکستان ایران ترکیه هنوز راه نیفتاده. بله این مسلما وضعیت زاهدان و سیستان اون خواهد بود، مرزی که اقتصادی نباشه در یک بنبست اقتصادی قرار داره اون مرز. و این باید من یک موضوعی من رو بسیار امیدوار میکنه. دقت کنید به میزانی که روسیه به اوکراین حمله کرد میزان تعقل‌گرایی در منطقه ما به نظر میرسه افزایش پیدا کرده. رفتار بن سلمان، رفتار ایران، رفتار کشور عربی، این افزایش تعقل‌گرایی که اتفاقا من در آمریکا نمیبینم، این افزایش و به نظر میرسه دری که درستی حاکمان منطقه ما از موقعیت زمانی و موقعیت جغرافیایی منطقه پیدا کردن، ولی اینکه این مسیر رو بشه برد به اون سمت هم راهی جز این نداریم. یک بحران دیگه هم ما داریم آقای عارف، ما 5% جمعیت دنیا رو داره منطقه ما و 1% آب که 0.5% حوض آبریز داره. یعنی ما از 1997 سه کشور در بحران آب بودن، اومدیم جلوتر 12 کشور و الان تمام کشورهای منطقه ما تقریبا بحران آب دارن و چقدر حوضه آبریز مشترک داریم. یعنی رودخانه نیل اتیوپی، سودان، مصر و 10 کشور پیرامونی رو درگیر میکنه، تو تاجیکستان، کشور آسیای میانه، خود ما اروندرود، دجله و فرات، چند کشور، یعنی خود اردن و فلسطین و اسرائیل، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اینا هم حوزه آبریزه. ما اگه وارد پیمان امنیت منطقه‌ای نشیم در آینده بهانه‌های به شدت جدی داریم که بجنگیم. به ویژه مثلا شما پروژه ترکیه بر روی دجله و فرات اونم که تشدید کرد
عراق و سوریه در حال خشک شدن هستن. یکی از دلایل ظهور داعش و جنبش‌های اسلامگرای افراطی در سوریه همین وضعیت خشک شدن فزاینده و بیابانی شدن سوریه هست. بله. از کجا ظهور کرد داعش؟ از شرق فرات، یعنی خشک شدن فرات، بیابان‌های سوریه، بیابانزایی در واقع مکرر و ممتد در سوریه. وضعیت عراق هم به همین شکل هست. به همین شکل هست. بله. به هر حال تنش‌های آبی رو در خاورمیانه داریم و یکی از موانع هر گونه همکاری برای یک پیمان امنیت جمعی همین تنش‌های آبی هم هستن. آقای ندیم، متشکرم از شما. من پاینده باشید. در صفحه وسط‌های پیش رو بیشتر با شما همراه باشیم و مباحث رو با منطق ژئوپلیتیک ادامه بدیم. اون چیزی که تخصص بسیار مورد تمجید و پذیرفته شده شما هست نزد بسیاری از ناظران. ممنونم از شما و همینطور بینندگان عزیزی که در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. تا برآمدن آفتاب و تابشان بر فلات ایران، بدرود.